و چون سامریان نزد او آمدن، از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آنجا بماند. و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردن. اعتراف سامریان به مسیح بودن عیسی مسیح خیلی قابل توجهی، به خاطر اینکه سامریان یهودی نبودن و این برای شاگردان خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه از کودکی یاد گرفته بودن که نجات تنها مال یهوده. در اینجا می‌بینیم که خداوند وقت کافی رو برای غیر یهودیان که از دید یهودیان نجس بودن میذاره، دو روز پیش اونها میمونه، مطمئنان تعلیمای خیلی زیادی به اونها میده و این حقیقت برای شاگردان در اینجا مطمئنن باز شده که خدا نسبت به اقوام غیر یهود هم اهمیت بده و میخواد که اونها رو هم نجات ببخشه. درس دیگه که از این قسمت میشه گرفت اینه که میبایست نجات و شناخت ما از مسیح دست اول و کاملا شخصی باشه. تنها کافی نیست که یکی در مورد مسیح به ما چیزی رو میگه، باید ما خودمون رو بفهمیم، درک بکنیم و در نهایت تصمیم نهایی رو بگیریم که آیا از گناهان خودمون توبه میکنیم و خدا رو متابعت میکنیم، یا این که تنها رو به عنوان کسی که حرفای نیکویی میزنه و معلم عالی هستش رو میپذیریم. در ادامه توی آیه 42 این طور میگه: و به زن گفتن که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده ایم و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم هست. باز اینجا داره اشاره میکنه به این حقیقتی که خدمتتون عرض کردم که تجربه این اشخاص تجربه بسیار شخصی بود. نکته قابل توجهی که شاید لابلای آیات و در باب 4 از باب 2 به بعد شاید بتونیم بهش توجه کنیم و پیدا کنیم این هستش که مسیح وقتی که خدمت بشارت خودش رو انجام میده، مسیر بشارت و موعظه عیسی توی این باب ها بسیار جالبه. توی باب 2 کتاب یوحنا آیه 23 میبینیم که عیسی مسیح به اورشلیم میره. در باب 3 آیه 22 میبینیم که عیسی مسیح از اورشلیم به یهودیه میره. و بعد توی باب 4 آیه 4 میبینیم که عیسی مسیح به سامره میره و در باب 4 آیه 42 میبینیم که عیسی مسیح اعلام میکنه به سامران و سامریان نجات رو دریافت میکنن. اگر یادتون باشه توی باب 1 اعمال رسولان آیه 8 اینطور کلام خدا میگه، عیسی مسیح اینطور دستور میده که لیکن چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم، در یهودیه، تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. همون حرفی رو که عیسی مسیح میگه قبلا خودش این رو انجام داده بود. آن چیزی رو که بیان میکنه و تعلیم میده با مدتها بعد از این اتفاقی که افتاده، خود عیسی مسیح در زندگی خودش، در خدمت خودش، در حضور شاگردان انجام میده. چه نمونه عالی برای خادمین خداوندمون عیسی مسیح که آن چیز رو که بیان میکنن خودشون زندگی کرده باشن. و اگر ما قادر به زندگی کردن اون نیستیم، اول به خودمون موعظه بکنیم، اول رفتار خودمون رو درست بکنیم، اول شخصیت خودمون رو سامان بدیم، اول عقده های خودمون رو از بین ببریم، به حضور خداوند بیاریم، بعد برسیم به مردان دردمند، بعد برسیم به کسانی که احتیاج به کمک ما دارن، بعد برسیم به کسانی که نیاز به راهنمایی ما دارن. چقدر از وقت ها شده وقتی که به کسی داریم مشاوره میدیم، در طی این مشاوره شخص زندگی ما رو نگاه میکنه و متوجه میشه که خودمون در قسمت های زیادی که هنوز نتونستیم رشد بکنیم ضعف داریم و داریم همونها رو به دیگران تعلیم میدیم که از اونها اجتناب بکنه. چقدر خوب میشه که حرفامون با کردارمون یکی باشه. چقدر خوب میشه اون چیزی رو که بهش باور داریم و در سر خودمون، در ذهن و عقل خودمون هم باشته کردیم به عنوان باورها و داگماهای مسیحی، اونها رو بتونیم به صورت کاربردی توی زندگی خودمون انجام بدیم. و اگر این اطلاعات روحانی، این حقیقت هایی که بهش ایمان هم داریم و با اونها رو توی سرودها و پرستش های خودمون هم اعلام میکنیم، توی زندگی خودمون به صورت عملی اونها رو انجام بدیم. و کی هستش که بگه که من احتیاج ندارم توی این قسمت رشد بکنم؟ همه ما توی این قسمت ضعیف هستیم و نیاز داریم که آن چیزی رو که اعلام میکنیم رفتار بکنیم و زندگی کنیم و نام خداوندمون عیسی مسیح رو جلال بدیم. عیسی مسیح توی آیه 46 اجازه بدید بقیه را خدمتتون بخونم: اما بعد از 2 روز از آنجا بیرون آمده به سوی جلیل روانه شد، زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی در وطن خود حرمت نیست. پس چون به جلیل آمد، جلیلیان او را پذیرفتند، زیرا هر چی در اورشلیم در عید کرده بود دیدند، چون که ایشان نیز در عید رفته بودند.
عیسی مسیح به قانای جلیل برمیگرده، به جایی که آب رو تبدیل به شراب کرده بود، و اونجا دوم معجزه خودش رو انجام میده و این آیه 46 به بعد این رو مطرح میکنه. ولی توی آیه 44 جلیل از شهرهای مختلفی تشکیل میشد، مثل یک استان مانند بود که ناصر و قانا جزو این جلیل بودن. توی کتاب لوقا باب 4 میگه که برای از اینکه سایر شهرهای جلیل رو پذیرفتن، ناصره اون رو رد میکنه، و به همین خاطر است که میگه زیرا خود عیسی شهادت داد که هیچ نبی رو در وطن خود حرمت نیست. این افراد تنها میخواستن معجزات عیسی مسیح رو ببینن و زندگی خودشون رو نمیخواستن به دستای مسیح بسپارن و تغییر بدن. گاهی اوقات دنبال برکات خدا هستیم بدون اینکه خود خداوند رو بخوایم، و چون پذیرفتن خداوند به عنوان نجات دهنده و خداوند به این معنی است که باید استانداردها و ارزش‌های زندگی خودمون رو تغییر بدیم، و تغییر استانداردها برای هر یک از ما دردناک هستش، به خاطر اینکه باید رفتار و نحوه زندگی، استایل زندگی خودمون رو کاملا تغییر بدیم. آیه 46 تا آیه 54 رو متاسفانه امروز فرصت نکردیم با هم نگاه بکنیم، هفته آینده خیلی سریع ازش خواهیم گذشت و وارد باب پنجم خواهیم شد، شفای مردی که در کنار حوض هستش، که امیدوارم تو این قسمت هم باعث برکت شما عزیزان بشه. اگر در طی این برنامه سوالاتی هست از بابهایی که داریم مشخصا با هم دیگه مرور میکنیم و هنوز به اونها جواب داده نمیشه و شاید بدون جواب ازش میگذریم، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید، تلفن بزنید، تا بتونیم شما عزیزان رو تو این قسمت کمک بکنیم. اگر تعالیم بعضی از جاها مبهم هستش، در خدمت هستیم که در فرصت هایی که میتونیم با شما صحبت انفرادی و شخصی بگذاریم، این بخش ها رو رفع ابهام کنیم. خدا شما رو برکت بده تا هفته آینده تا بخش دیگه از انجیل یوحنا. شما رو به دستای پر از فیض عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار. نام او را بسرو